سلام بچه ها، اسم من مانولی است. در دیکتیو حقوق کودکان کار میکنم. امروز میخوام یکی از داستانهایی که خیلی دوست دارم رو براتون بخونم. اسم داستان دوست من اژدها. نام نویسنده کریستوف نیمان. چاپ از نفلی. این داستان درباره یک دختر 5 ساله به نام لین که در چین زندگی میکند است. روز تولدش پدر لین یک هدیه عجیب بهش میده، یک اژدهای کوچولو زنده که با هم خیلی زود دوست میشن، با هم به گردش میرن، با حیوانات دیگه آشنا میشن و بازیهای زیادی رو با هم انجام میدن. یک روز داشتن که در خانه فوتبال بازی میکردن، کوزه ای را در خانه میشکنن و پدر لین خیلی ناراحت میشه و اژدها رو از خونه بیرون میکنه. لین خیلی ناراحت میشه. کل چین رو میگرده دنبالش، ولی تنهایی نمیتونه پسش بر بیاد و دنبالش میگرده و یکی همین روزا خوشبختانه با یک جادوگر روبرو میشه و با کمکش میتونه دوستش رو پیدا کنه. این جوریه که در آخر داستان دوتا دوست خیلی خوشحال به هم میرسن. بچه ها، این داستان رو خیلی دوست دارم چون با فرهنگ چین بیشتر آشنا شدم. یاد گرفتم اژدها یک نماد ملی چین میباشد که در افسانه ها و فرهنگ هزاران سال پیش نماد صلح، شانس و زندگی خوب بوده است، مثل این تصاویر که میبینید. آشنا شدم خانه های سنتی و قدیمی چین چگونه است، باسم مثل این تصاویر که دارید مشاهده میکنید. از لباس های لین متوجه شدم هنرهای رزمی مثل کنفو در چین به وجود اومدن. آشنا شدم با دیوار بزرگ و طولانی چین که درست شده بود برای محافظت از دست دشمنان. چیزی که برای من خیلی عجیب بود حروف چینی بود، چون یک حرف میتونست یک کلمه باشه. و در ادامه بچه ها به شما نشان میدم چطور میتوانید در بازی با خمیر حروفای چینی را یاد بگیرید.